سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برجام رژیم ایران را برای توطئه‌های ترور در اروپا متوقف نمی‌کند. عادل جبیر حملات آرامکو با تسلیحات رژیم ایران. یک کارشناس رژیم دیما تمام تجمعات زنانه شد. مورگن اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ در پاسخ به این سوال که آیا این تحریم‌ها آخرین تحریم‌ها علیه رژیم ایران خواهد بود گفت خیر، اصلاً. واقعیت این است که ما فشار بر رژیم ایران را ادامه می‌دهیم تا اینکه به میز مذاکره بازگردد و یک توافق جدید و بهتر به دست آید. مشکل برجام این است که رفتار بدخواهانه رژیم ایران در منطقه را شامل نمی شود. برجام همچنین رژیم ایران را از کارهایی مانند طراحی توطئه‌های ترور در اروپا متوقف نمی کند. رژیم ایران را از کمک رسانی مالی به حزب الله یا کمک مالی به حوثی‌ها متوقف نمی کند. عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی گفت حملات آرامکو توسط تسلیحات رژیم ایران انجام شده و به این دلیل ما رژیم ایران را مسئول آن می‌دانیم. وی روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ریاض گفت حملات بر روی تأسیسات آرامکو همچنین امنیت اقتصاد جهانی را هدف قرار داده است. عادل جبیر درباره نقش بی‌ثبات کننده ی رژیم ایران در منطقه گفت رژیم ایران شهروندان از این منطقه را برای استفاده علیه کشورهای خودشان عضوگیری می کند. کریستوفر اشلی فورد دستیار وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی در نمایندگی دائم ژاپن در سازمانهای بین المللی در وین نسبت به تهدید هسته‌ای رژیم ایران هشدار داد. وی با اشاره به موارد متعدد نقض برجام گفت رژیم ایران در زمینه هسته‌ای مشغول نوعی باجگیری مافیایی است. رژیم ایران در گذشته به دنبال سلاح‌های هسته‌ای بوده و همچنان به دروغگویی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه بین‌المللی درباره این موضوع ادامه می‌دهد. زندانیان سیاسی سهیل عربی و حمید حاج جعفر کاشانی محبوس در زندان اوین طی پیامی در اعتراض به زندانی و بلا تکلیفی فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی در سلول زندان اوین اعلام اعتصاب قضا کردند. در این پیام آمده است رژیم جور و جهر را نمی خواهیم. ما زندانیان سیاسی محبوس در اوین نیز با اقدام به اعتصاب قضا همراه با مخالفان دیکتاتوری می شویم و خواهان سرنگونی ضحاک زمانه هستیم. زندانی سیاسی سهیل عربی که در اعتراض به زندانی بودن مادرش فرنگیس مظلوم اعتصاب قضا کرده است، در پیامی از زندان اوین خطاب به مادرش از جمله نوشت زمین را تبدیل به جهنمی برای مادرانمان، برای بانوان، برای هر انسان آزاده و آزادی خواهی کردند. همانها زن و مرد را جدا از هم، محروم از شادی، آزادی، عدالت و برابری، در زندان‌های بزرگ و کوچک محبوس کردند. درود مادر، ما بر خلاف مسیر رود شنا کردیم برای رسیدن به مقصد. آنجا که شاد بودن، اندیشیدن، از عشق سخن گفتن جور نباشد، ضحاک زمانه نباشد، جای دیگر همدیگر را باز می‌بینیم. محسن مهدیان، یک کارشناس رژیم، در مصاحبه با تلویزیون آخوندها وحشت نظام زنستیز آخوندی از اعتراض زنان را به نمایش گذاشت و گفت از دیما تمام تجمعات زنانه شد. رو مسئله زنان امروز برای دشمن یک زن از یک مرد ارجحه که تو صحنه باشه. مسئله کاملا جنسیتی میشه چون ارزش‌های جلب توجه کاملا تغییر میکنه. اون داره بر مبنای یه سری ارزش‌های خبری جدیدتری تولید روایت میکنه. شما باید بتونید